سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که هستین. شاید خیلیاتون ریزش مو داشته باشین و های مختلفی رو امتحان کرده باشین و مشکلتون برطرف نشده باشه. خب دلیلش مشخصه عزیزان برای رفع ریزش مو بایسی علت رو شما اول بدونید. و برای رفع ریزش مو شما نمیتونید با یک شامپویی که فقط سی ثانیه روز سرتون قرار میدید برای شستشو در حمام این معجزه بکنه چون حتی فرصت جذب هم پیدا نمیکنه بنابراین با من همراه باشین در این ویدیو چند تا دستور عمل فوق العاده عالی و مجرب براتون دارم که تست شده خیلی ها نتیجه گرفتن و ریزش موشون قطع شده و حتی عزیزان این هم به شما بدم با یکی از این دستورات حتی رویش موی مجدد هم خواهیم داشت با من همراه باشید علت عمده این که خیلی ها موهای خوبی دارن بحث ارسی هست هیچ رازی پشتش نیست اینایی که میان فریب میدن یا مثلا عوام فریبی میکنن و اینها اینها واقعا اینجوری نیست شما الان ببینید در کشورهایی مثل چین مثل ژاپن مثل هند اینها ذاتا ژنتیکن ریزش موشون بسیار کم هست تاسی خیلی کم دارن و کشورهایی هم هستن که خب در واقع رو به هست ریزش موهاشون خصوصا در ایران و تغییرات برنامه های غذایی تغییرات سبک زندگی ها فشارهای عصبی و مشکلاتی که به وجود میاد اینها همه تاثیرگذاره برای بحث در واقع ریزش پس ریزش مو یک بعد ژنتیکی و ارسی داره یک بعد عوامل بیرونی داره که در واقع مربوط میشه به لایف استایل و تغذیه و مسائل متعدد از این ریزش مو در آقایون و خانم ها کلا با هم متفاوته و ما باعث اینها رو جداگانه بهش بپردازیم ریزش مو در آقایون اکثرا ریزش موی اصطلاحا گرم هست خصوصا کسانی که در سن نوجوانی و سن جوانی ریزش موشون شروع میشه اینها باعث گرما و حرارت رو در بدنشون کم بکنن از زاویه طب سنتی من به مسئله ریزش مو میخوام بپردازم چون واقعا راهکارهایی در طب نوین برای پیشگیری از ریزش مو و برای درمان ریزش مو من در طب نوین پیدا نکردم بنابراین محتویات این ویدیو در واقع از نگاه طب سینوی ایرانی هست که خدمت شما عرض می بنابراین یه مداری واجه های سردی، گرمی، قلبه، مزاج ها رو که میگم به زبان البته ساده خدمت شما میگم که قابل فهم هم باشه در ریزش موی آقایون قلبه گرمی باعث ریزش مو میشه و کسانی که در واقع مزاج پایهی گرمی دارن گرما بالا نشینه دیگه شما تو خونه هم که هستید گرما میره بالا در بدن انسان هم گرما میاد بالا و گرمای بیش از حد پیاز مو رو می میسوزونه و البته بحث های پی ایچ هم هست که اون هم پی ایچشون قلیایی تر میشه یه مقداری در واقع اثرگذار هست و عدم تعادل و باعث ریزش مو میشه بنابراین توصیه اینه که برای جلوگیری از ریزش موی آقایون که مزاج گرمی دارن استفاده بکنن از هجامت در سنین جوانی و سالی یک بار یا دو بار هجامت بکنن زیر نظر متخصص طب سنتی که خیلی کمک میکنه به کاهش حرارت بدنشون در بحث تعادل مزاج و کاهش حرارت کبد خونک کننده های کبد رو استفاده بکنن رقی های خون میوجات قرمز انار زرشک تمشک و آلبالو هندوانه میوجاتی که خونک هست بیشتر استفاده بکنن و شربت های مثل سرکنگبین شربت های آبغوره رب انار و استفاده از حتی لیمو ترش خیلی کمک میکنه به پیشگیری از ریزش موی آقایون در بحث رویش مجدد هم من در انتهای ویدیو چند تا فرمول خدمت شما میگم هم برای خانم ها هم برای آقایون فوق عالی هست عزیزان و میتونید حتما تست بفرمایید و اینها رو در خونه انجام بدید نتیجه شما ببینید من خیلی بیمارانی داشتم که با این روش موهاشون مجدد برگشته رویش مجدد ایجاد شده در موهاشون و خیلی هم راضی بودن ریزش مو در خانم ها بیشتر منشأ سردی هست، بیحالی و ضعف و کمخونی، عدم خونرسانی مناسب، عدم تغذیه مناسب و کمبود پروتئین که در خانم ها معمولا در واقع ریزش موهاشون به شکلی نیست که از جلوی سر شروع بشه یا مثلا یک نقطه بریزه مثل آقایون وسط سر یا جلوی سر سرتا سر ریزش مو دارن و اینها با رفع کمخونی که من ویدیوی در مورد کمخونی گذاشتن میتونید مراجعه کنید کامل کمخونیتون ظرف مدت یک ماه برطرف میشه میتونید مراجعه کنید و دستورالعمل هاشو اجرا بفرمایید علت بعدی ریزش مو در خانم ها بخش استرس هست و در شرایط فعلی نیاز هست که خانم ها قوی بشن خانم ها شادی داشته باشن و برن سراغ ورزش این مقداری در واقع استرس رو به هر نحوی که میتونن در وجودشون کم بکنن و خب عمل های غذایی هم هست برای این مورد که تقویت اعصاب که میتونید مراجعه بکنید در همین چنل و راهکارهاشو ما قبلا گفتیم خدمت شما استفاده بفرمایید برای ریزش موی خانم ها هم خیلی تأثیر گذاره یکی از علت های ریزش مو هم در خانم هم در آقایون هست و بایستی رفع یوبوست بکنن که باز در مورد این هم ویدیوی ساختی میتونید ملاحظه بفرمایید کامل دستوراتشو گفتیم و ریزش مو رو خیلی سخت نگیرین و بعضی‌ها فکر میکنن که 10 تا مو که داره در روز میریزه دیگه آی کچل میشم آی موهام ریخت نه ببینید تعداد موهایی که در یک روز ریخته میشه حتی معتقدم تا روزی 80 90 عدد هم طبیعی هست یعنی بدن خودش دوباره رویش میده و نیازی به نگرانی و نیازی به مراجعه به متخصص پوست و مو اینها نیست و با همین دستورالعمل ساده و خونگی از آن اقدام بکنید به برطرف کردن اونها و من چند تاشو در این ویدیو خدمت شما عرض می کنم. قبلش یک کامنت و لایک به ما بدین و کمک بکنید به انتشار این مطالب برای مردم متشکرم این فرمول هایی که خدمت شما میگم هم آقایون هم خانم ها میتونن استفاده بکنن و نتیجه بگیرن فرمول اول و شگفت انگیز و جذاب پیشگیری از ریزش مو و رویش مجدد مو از آن روغنی هست به نام روغن رزماری این روغن رزماری رو توی این علوکی بریزید نوک انگشتاتون رو بزنید بهش و قشنگ به پوست سر ماساژ بدید تمام قسمت رو شب تا صبح بذارید بمونه و صبح دوش بگیرید و بشورید این رو شب در این کار انجام بدید به مدت یک ماه تا دو ماه ادامه بدید کسی رو میشناسم که یک رویش موی بسیار جالبی براش اتفاق افتاد و خیلی اومد تشکر کرد اینها اسنادش هم موجوده حالا اگه دوستانمون پیدا بکنن اینها رو باشون ارتباط بگیرن عکس قبل و بعدش رو بفرستن برای شما واقعا خیلی جذاب هست فرمول دوم روغن کرچک رو با ژل آلوورا مخلوط بفرمایید روی سر ماساژ بدید اجازه بدید قشنگ جذب پوست سر بشه شب تا صبح بمونه و صبح بشورید این رو هم دو هفته این کار رو انجام بدید خیلی عالی هست و یکی از اون فرمول های بینظیره فرمول بعد هنای بیرنگ هست سه واحد آرد نخود خام سه واحد صدر یک واحد و یک عدد هم تخم مرغ حالا تخم مرغ محلی باشه چه بهتر این رو با یه مقدار آب گرم قشنگ هم بزنید یک زمادی آماده میشه این رو روی سر قرار بدید و بذارید چند ساعت بمونه و بعد بشورید این رو هم اگر در طول دوره درمان یک ماه تا چه روز انجام بدید رویش موی فوقلادهی خواهید داشت از اینا همش تست شده است همین فرمول های ساده در دسترس و ارزان اینها بسیار بسیار موثرتر هست از اون شامپو های گرون قیمتی که میفروشند و تبلیغ میکنن و در واقع خیلی هاشم نتیجه نداره چون اصلا فرصت تغذیه پیازمونیست شامپو شما چند ثانیه میذارید دوستر و میشورید ولی اینها رو چند ساعت میذارید کامل تغذیه میشه همش مواد طبیعی هست در کنار توصیه های دیگه که خدمت شما میگم اینها همه رو با هم انجام بدید کامل مسئلهتون برطرف میشه و خوشدیدتر میشید این ترکیب حنا و آرد نخود رو از هفته دو مرتبه انجام بدید که هم موها رو خوشحالت میکنه و هم ریزش مو رو قطع میکنه و از در واقع هفته دوم به بعد شما شاهد تیج زدن پوست سرتون هم هستید دست میکشید خیلی جالبه چون من خودم تست کردم و زیر انگشتتون میبینید که موی جدید زده بیرون و خیلی لذت بخش هست و جالب قبل از اینکه فرمول بعدی رو بگم خدمت شما در نظر داشته باشید از حیث تغذیه چون جنس مو پروتئین هست شما بایستی مواد پروتئینی به اندازه کافی به بدن برسونید خصوصا من توصیه اینه که چار مغز استفاده بکنید پسته، بادام، فندق و گردو که اینو اگه بتونید به صورت خام هر شب استفاده بفرمایید گردو یک عدد، اون سه مغز دیگه هفت تا ده عدد تو مخلوط کن بریزید با یه قاشق اصل و یه لیوان آب بزنه یک شیر چار مغزی آرام آرام میل بکنید یا اینکه زمانی که, زمان که میخوان بخورید خوب بجوید دانه دانه بجوید و اجازه بدید که پودر بشه با شیره بزرگی دهانتون خوب مخلوط بشه که جذب خوبی داشته باشه این خیلی کمک میکنه به پیشگیری از ریزش مو خصوصا کسانی که خانم هایی که در واقع کم خونی دارن دختر هایی که در واقع در دوران بلوغ هستن و ریزش مو دارن این خیلی کمک میکنه به پیشگیری و رفع ریزش مو فرمول بعد از آن گیاهی است به نام کندوش که اینو رو میگیرن روغن کندوش رو استفاده میکنن و این رو هم در طول روز دو ساعت رو سرتون باشه بهتره بعضیا توصیه میکنن شب بذارید تا صبح که من خیلی توصیه نمیکنم به خاطری که کسانی که استفاده کرده بودن شب تا صبح به من گفتن که بعضا باعث سفیدی مو شده بود البته رویش مو رو ایجاد کرده بود ولی یه مقداری باعث سفیدی مو شده بود من توصیه اینه که در طی روز استفاده بکنید و دو سه ساعت روی سر بمونه و بعد هم بشورید و فرمول آخر از روغن زیتون بریزی داخل نربکی نوک انگشتاتون رو بزنید آغشته شد بزنید پوست سرتون رو کامل ماساژ بدید و سه ساعت قبل از حمام این کار رو بکنید و بعد از حمام هم اگه موهای خشکی دارید روغن بادام شیرین بزنید اگر موهاتون خشک نیست و موی چرب دارین هیچی نمیخواد فقط قبل از حمام روغن زیتون استفاده بکنید این ترکیباتی که گفتیم فرمول که گفتیم همه کمک میکنن به خونرسانی بهتر تقویت پیاز مو و رویش مجدد حتی و باعث نشاط و شادابی شما خواهد شد این دستورات امیدوارم کمک بکنه به افزایش روحیه شما نشاط شما و اینکه حس پویایی بهتون دست بده و خوشدیبتر و بانشادتر بشید و هر وقت رفتین جلو آینه به یاد دکتر جاوید بیفتید و یک کامنت خوشگل به من بدید خدا نگهدار